سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیروزی هستم مذاکرات هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک که از روز چهارشنبه در سطح کارشناسان دو طرف در وین آغاز شده بود شب گذشته به پایان رسید و قرار شد دو طرف نتایج جلسات دو روزه خود را رو به مقامات ارشد مذاکره کننده در پایتخت ها ارائه کنند همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مدت تعلیق تشدید تحریم های نفتی ایران را برای مدت شش ماه دیگر تمدید کرد. به گزارش سی این در صورتی که باراک اوباما این مدت را تمدید نمی کرد، از چند هفته آینده بار دیگر تحریم نفتی ایران به حالت قبل از مذاکرات ژنو باز می گشت و صادرات نفت ایران با مشکلات جدی مواجه می شد. به گزارش ایندیان اکسپرس کاخ سفید علت تمدید تعلیقی تشدید تحریم ایران را پایبندی تهران به تعهدات هسته ای اعلام کرده است. محمد تقی مصباح یزدی با امام به خواندن حسن روحانی از وی پرسیده که دین خود را از انگلستان گرفته یا از فیضیه آقای مصباح گفته اینکه دین وظیفه روحانیت است نه دولت همان شعار جبهه ملی است که متاسفانه امروز از سوی برخی مسئولین امام به مطرح می شود به افسوده اینکه ادعی بگویند دولت وظیفه برای دین مردم ندارد بلکه وظیفهش فقط برداشتن تحریم هاست برخلاف خط امام است حسن روحانی هفته گذشته در واکنش به اظهار نگرانی برخی روحانیون محافظه کار از وضعیت هجاب در ایران آنها را افراد بیکاری معرفی کرده بود که دین را نمیشناسند. شناسند. مصباح چندی پیشتر نیز گفته بود اینگونه نیست که کسی که 500 هزار رای بیشتر آورد خیال کند اختیار همه چیز به دستش است. جول هانتر دستیار ارشد کلیسای نورتلند و مشاور معنوی باراک اوباما و همراه یک کاروان مذهبی 29 نفره به ایران سفر کرده است. این هیئت با هماهنگی مرکز گفتگوی ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به منظور شرکت در نشست جهان آری خشونت و افراتیگری از منظر ادیان ابراهیمی به تهران سفر کرده. این کاروان مذهبی در سفر به قم و اسفان با برخی از روحانیون همچون عبدالله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرده است. سایت محافظ کار به سفر این هیئت آمریکایی اعتراض کرده و از دولت حسن روحانی خواسته درباره این مسئله توضیح دهد. سایت جهان نیوز در این زمینه پرسیده آیا این سفر با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هماهنگی شده یا همانند سفر مقامات اروپایی ممکن است جنجال جدیدی از آن برخیزد؟ احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به همراه شماری دیگر از کارشناسان حقوق بشر این سازمان ضمن ابراز ناخشنودی از اعدام غلامرضا خسروی خواستار توقف مجازات اعدام در ایران شد غلامرضا خسروی یازدهم خرداد ما به اتهام محاربه از طریق تلاش موثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق اعدام شد به گزارش رسانه ها احمد شهید، کریستوف هاینز، فرانک لارو و گابریلا ناول در بیانیه ای اعدام قلام رضا خسروی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق را ناقض قوانین بین المللی در حوزه حقوق بشر و حتی قانون جدید مجازات اسلامی ایران دانستند. در قانون جدید مجازات اسلامی که سال 1392 تصویب شد آمده است که محارب کسی است که دست به اسلحه ببرد کریستوف هاینز کارشناس سازمان ملل در حوزه اعدام های فراقانونی شتاب زده یا خودسرانه گفته است که مجازات اعدام شکلی افراطی از مجازات است و حتی اگر بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد تنها باید برای جرائم بسیار جدی و پس از برگزاری دادگاهی عادلانه و پیگیری مراحل منطبق بر قوانین بین المللی صورت بگیرد. غلام رضا خسروی که روز 11 خرداد ماه اعدام شد سال 1386 به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد با این حال وی از زندان رفسنجان به تهران منتقل شد و سال 1388 بار دیگر در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباسی محاکمه شد و در این دادگاه به اتهام محاربه محکوم به اعدام گردید. احمد شهید در این بیانیه اظهار کرده است که این آقای خسروی به خاطر اتهامهایش دو بار محاکمه شده و دو حکم متفاوت دریافت کرده است. قابل درک نیست و در تضاد با قوانین بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. گابریلا ناول گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضاوت و وکلا نیز در این بیانیه تاکید کرده است که ادامه آقای خسروی نشان دهنده بیتوجهی کامل قوه قضایی ایران به استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه است. فرانک لارو کارشناس این سازمان در حوزه آزادی بیان نیز هشدار داده است که اجرای چنین حکمی به دلیل فعالیت سیاسی حاکی از محدودیت آزادی بیان در ایران است در این بیانیه احمد شهید همچنین با اشاره به اعدام اخیر مهافرید خسروی نیز از متهمان پرونده فساد بانکی به اتهام افساد فل ارز نیز گفته است که مجازات فردی که در اختلاس دست داشته به هیچ وجه اعدام نیست این کارشناسان سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند تا به اعدام ها در ایران پایان داده و در نهایت مجازات اعدام را به طور کامل حذف کنند. در همین راستا کریستوف شترسر مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان هم در گفتگو با دویچه وله از وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدام ها در ایران انتقاد کرد. او در این مورد گفت پس از روی کار آمدن حسن روحانی هم وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است. شترسر تصریح کرد ما خبرهایی میشنویم مبنی بر اینکه وضعیت حقوق بشر نه تنها بهتر نشده بلکه شمار ها بیشتر شده و محدودیت ها علیه اقلیت های دینی از جمله بهایی ها فزونی یافته است مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان در ادامه افزود به نظر من انتظارات از رئیس جمهور ایران زیاد بوده و هیچ یک از آنها برآورده نشده است وی انتقاد می کند به اینکه مسئله حقوق بشر به دلیل لاین حل ماندن مشکل پرونده هسته جمهوری اسلامی به اندازه کافی مطرح نمی شود. این مقام مسئول آلمانی در این رابطه تاکید می کند. من امیدوارم دولت آلمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی تهیه کند. زیرا اعدام ها زیاد شده و ما در تلاشیم تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در بوندستاگ پارلمان آلمان نیز بحث انجام گیرد. نمایندگان سازمان عفو بین الملل می گویند اقدامات دولت های غربی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران تا به حال کافی نبوده است. جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام را دارد. این کشور پس از چین پرجمعیت در رده دوم اعدام در جهان قرار دارد. وزارت دارایی آمریکا شرکت هواپیماسازی فوکر را به علت نقض های ایران و سودان و فروش قطعات و تجهیزات هواپیما به این دو کشور به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه محکوم کرد وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده شرکت فوکر برای قطعات و تجهیزات صادر شده به ایران و سودان میبایست از وزارت دارایی و نهادهای زیرفت در ایالات متحده درخواست مجوز میکرده است آمریکا طی سه گذشته فروش هواپیما قطعات و تجهیزات آن را به ایران ممنوع کرد و به همین دلیل ناوگان هواپیمایی ایران در سی سال گذشته نوسازی نشده است پس از توافق ژنو شرکت‌های آمریکایی جنرال موتورز و بوینگ ماه آوریل گذشته اعلام کردند مجوز فروش هواپیما و قطعات یدکی به ایران را از دولت آمریکا اخذ کردند دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در کنفرانس خبری مشترک با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد کشورهای گروه هفت موضع یکسانی در قبال بحران اوکراین دارند در همین حال نخست وزیر روسیه از اقدام گروه هفت در حمایت از اوکراین انتقاد کرد رهبران هفت قدرت بزرگ صنعتی جهان در گروه هفت در نشستی که بدون حضور روسیه در بروکسل برگزار کردند بی کردن اوکراین را غیر قابل قبول نامیده و خواستار توقف آن شدند دمیتری مددوف نخست وزیر روسیه گروه هفت را به اتخاذ سیاست های جانبدارانه از اوکراین متهم کرد که موجب شده تا کیف به اقدامات نظامی خود در مناطق شرقی ادامه دهد به گزارش رویترز نخست وزیر روسیه همچنین اظهارات مقام های کیف در خصوص عدم حضور آوارگان و مهاجران اوکراینی در روسیه را رد کرد و آن را یک دروغ خواند وی گفت تنها سه هزار نفر از مردم اوکراین هر روز وارد منطقه رستوف می شوند و این یک شرایط بی سابق است. بیش از چهار هزار شهروند اوکراینی نیز از روسیه خواستار پناهندگی شدند. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در کنفرانس خبری مشترک با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد گروه هفت موضع روشنی در قبال بحران اوکراین و حمایت از مردم این کشور دارد گروه هفت بر این باور است که مردم اوکراین حق تعیین آینده و سرنوشت خود را دارند و پیام روشنی را برای ولادیمیر پوتین مبنی بر غیرقابل قبول بودن اقدامات روسیه در شرق اوکراین ارسال کرده است. بر اساس این گزارش افزود اقدامات غیرقابل قبول روسیه در شرق اوکراین علت اصلی این است که روسیه دیگر جایی در جمع کشورهای صنعتی و در کنار ما ندارد. و افزود ما در این نشست چیز را به روشنی اعلام کردیم نخست اینکه وضعیت کنونی غیر قابل قبول است ادامه بی سازی شرق اوکراین باید متوقف شود دوم اینکه برخی اقدامات لازم و ضروری باید انجام شود پوتین باید مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری اوکراین و انتخاب پترو پروشینکو را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور به رسمیت بشناسد پوتین باید ارسال اسلحه به اوکراین را متوقف کند پوتین باید حمایت از گروه های جدایی طلب را متوقف سازد و سومین اینکه اگر این اتفاقات نیفتد و این اقدامات از سوی پوتین اجرا نشود تحریم ها اعمال می شود دیوید در پایان هم گفت ماه آینده برای ارزیابی اینکه آیا پوتین این اقدامات را انجام داده است یا نه اهمیت زیادی دارد و این چیزی است که من در دیدار با پوتین از وی خواهم خواست آن را انجام دهد در رویدادی دیگر کشورهای گروه هفت در اعلامیه مشترک از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا نتیجه انتخابات 25 ماه مه را در اوکراین پذیرفته بیثباتی در شرق اوکراین را متوقف کرده و نیروهای نظامی روس را از مرز آن کشور عقب بکشد روسیه پیشتر گفته بود به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را که پترو پروشنکو در آن پیروز شده احترام میگذارد سران گروه هفت هشدار دادند که مسکو میتواند با تحریم های تازه روبرو شود برخلاف غرب کرملن دخالت در اوضاع اوکراین را رد می کند. با این همه دولت آن کشور شبه جزیره کریمه را که بخشی از خاک اوکراین است به خاک خود الحاق کرده و طی هفته ها تحت انتقاد قرار دارد که نیروهای نظامیش به طور گسترده ای در مرز با اوکراین موضع گرفتن موسکو چندین بار اعلام کرد که این نیروها را عقب کشانده است اما پیمان آتلانتیک شمالی و ایالات متحده بر اساس شواهد خود چنین چیزی را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز آنگلا مرکل صدر آلمان گفته است که قدرت های غربی دوباره و دوباره عملکرد روسیه را رسد می کنند تا ببینند آیا آن کشور آنچه لازم است برای ثبات بخشیدن به اوضاع انجام می دهد؟ به گفته خانم مرکل آنها نمی توانند هزینه ای دوباره برای بی در اوکراین پرداخت کنند. او با اشاره به محدودیت های در زمینه انرژی، بازرگانی و اقتصاد هشدار داده است که حتی تحریم های شدید می در انتظار روسیه باشد. باراک اوباما جمهوری آمریکا پیش از سفر به بروکسل در ورشو پایتخت لهستان روسیه را متهم کرد که در قبال اوکراین از شیوه های شرورانه و تهدید استفاده می کند. اوباما هشدار داد که تحریک بیشتر از سوی روسیه هزینه های بیشتری را برای مسکو همراه خواهد داشت و روسیه را بیش از پیش منظوی خواهد کرد. مسکو از دیگر میگوید که آمریکا با ریاکاری و پرخاشگری سعی دارد روسیه را در بحران اوکراین مقصر معرفی کند نشست گروه هفت در حالی در قبال بحران اوکراین برگزار شد که خبرگزاری فرانسه میگوید آن دست از سران گروه هفت که اقتصادشان در ارتباط بیشتری با روسیه است لحن آرامتری پیشه کردند به گفته این خبرگزاری خانم مرکل گفته است نکته اصلی سازنده بودن است آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا اعضای گروه هفت هستند. سران غرب و ولادیمیر پوتین امروز جمعه در فرانسه در سالگرد نبرد نورماندی گرد میآیند. جایی که اعضای گروه هفت ابراز امیدواری کردن گفتگوهایی سازنده صورت گیرد بی گزارش داد امروز جمعه خودروی آقای عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اثر انفجاری منهدم شد اما به وی آسیبی نرسید آقای عبدالله پس از این حادثه در تلویزیون های محلی ظاهر شد و گفت چنین حملاتی مانع ادامه پیکارهای انتخاباتی گروه انتخاباتیش نخواهد شد. آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته در این حادثه چهار غیر نظامی کشته شدند ولی به هیچ یک از همراهان آقای عبدالله آسیبی نرسیده است. اشرف غنی احمد زای رقیب آقای عبدالله در دور دوم انتخابات این حمله را محکوم کرده است. تا کمتر از ده روز دیگر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود و دو نامزد این انتخابات مشغول مبارزات انتخاباتی هستند. ادوارد اسنودن روز پنجم ژوئن در سالگرد افشای اسناد محرمانه امنیتی آمریکا نامه به اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا نوشت. آقای اسنودن در این نامه نوشته است دولت ایالات متحده مخفیانه نوآوری نوین را به ابزاری برای نظارت و ظلم و ستم تبدیل کرد. این پیمانکار سابق سیا همچنین گفته است هر عملی که برای حفاظت از خود در برابر دولتی که دیگر به حریم خصوصی ما احترام نمیگذارد یک حرکت میهن پرستانه است آقای اسنودن کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اطلاعات طبق بندی شده ای از برنامه های فوق سری این آژانس را در اختیار نشریات گاردین نیویورک تایمز و واشنگتن پست قرار داد منابع رسانه ای از احتمال انتخاب مسئول هماهنگ کننده هیئت مشترک سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی و سازمان ملل متحد در سوریه به عنوان جانشین اخسر ابراهیمی خبر دادند یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس این موضوع را اعلام کرد این همچنین اعلام کرد امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب و کمال مرجان وزیر خارجه اسبق تونس نیز در فهرست نامزدهای احتمالی برای جانشینی آقای ابراهیمی قرار دارند در همین راستا ویتالی چورگین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد این کشور خواستار تعیین سریع جایگزین برای اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شده است اخضر ابراهیمی روز سی و مهمه از سمت خود کناره گیری کرد. عبدالحلیم خدام معاون سابق بشار اسد در ارتباط با رویدادهای سوریه گفته ایران داعش را به سوریه آورد و کسی در این حقیقت شک ندارد. مایستان بختیاری از ترکیه گزارش میدهد. در حالی بشار اسد به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری در سوریه اعلام شده که برگزاری انتخابات در این کشور بحران زده از سوی بسیاری از کشورهای مختلف سازمانهای بین المللی و ناظران جهانی و همچنین گروه های مخالف این رژیم با انتخابات فراوانی روبرو بوده و نفس برگزاری این انتخابات در شرایط کنونی این کشور و حتی شکل و فرم اون رو غیر دموکراتیک و مهندسی شده قلمداد میکنند. در راستای این انتقادات و مخالفت ها باید اشاره بکنیم به مصاحبه مهم عبدالحلیم خدام معاون سابق بشار اسد و از مخالفین جدی کنونی او میدونیم ایشون از سال 2005 به مخالفت با رژیم بشار اسد برخواسته و خواهان یک حکومت دموکراتیک ملی در سوریه شده بر روی آقای خدام چه در زمان بشار اسد و چه در زمان حکومت پدرش نقش محوری رو در حکومت خاندان اسد داشته و به دب شناخت عمیق از حکومت بشار اسد داره ایشون در مصاحبه دو روز پیش خودش با روزنامه از شرق الاوسط در واکنش به برگزاری انتخابات از سوی رژیم بشار اسد گفته که این انتخابات یک کاغذبازی بازی نیست و رای دهندگان به بشار اسد از سر ترس یا اجبار به او رأی دادن و این انتخابات یک دهنکجی به دنیا هستش اما نکته مهم در صحبت های آقای خدام این موضوع هستش که او در پاسخ به این پرسش که چه کسی مقصر اصلی نابودی سوریه هست ایشون از روسیه و جمهوری اسلامی ایران نامی بره و اون با میکنه که جمهوری اسلامی باعث ظهور افرادگیرایی در سوریه شده آقای خدام در این مورد میگه که جمهوری اسلامی ایران گروه تندرو داعش رو به سوریه آورد و این گروه ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی هستش و اگر رژیم بشار اسد سرنگون بشه ضربه دردناکی از این بابت برای جمهوری اسلامی خواهد بود و نقش جمهوری اسلامی در عراق و کل منطقه کمرنگ خواهد شد به همین دلیل جمهوری اسلامی به تقویت گروه هایشون حزب الله لبنان و داعش دست میزنه جدا از این گفته ای آقای خدام گروه های مخالف بشار اسد هم پیشتر این انتخابات رو نمایشی خوانده بودن و اونو تحریم کرده بودن بسیاری از سازمان های جهانی هم به پس از سه سال جنگ و خونریزی و آواره شدن حدود ده میلیون شهروند سوری شرایط برگزاری انتخابات رو اون هم با چنین مکانیسمی در این کشور ناقض همه معیارهای دموکراتیک یک انتخابات آزاد و سالم دونسته بودن در این رابطه حتی آقای پیشتر هشدار داده بود برگزاری این انتخابات در این شرایط حتی میتونه فرایند حل مسئله سوریه رو با بحران جدی روبرو بکنه اما در سوی دیگه معدود کشورهایی چون جمهوری اسلامی، روسیه و کره شمالی فرایند برگزاری این انتخابات رو سالم میدونن و به حمایت همه جانبه از بشار اسد پرداختن. در این رابطه آقای علادین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بلافاصله پس از اعلام پیروزی بشار اسد با او دیدار کرد و عنوان کرد که همه مردم ایران و مسئولان از انتخاب شما خوشحال هستند و در نهایت در این سو در کشورهای منطقه از جمله همین ترکیه هستن آوارگان سوری که تعدادشون بالا بر یک میلیون نفر هستش و اساسا نه تنها خود رو قربانی عمل کرده خشونت بار رژیم بشار اسد میدونن بلکه نقشی هم در فرایند این انتخابات به عنوان یک شهروند در این روزها نداشتند و روی همه این موضوعات زوایای گوناگون تصویر امروزه سوریه هستش خبرگزاری های مهر و خبر آنلاین خبر درگذشت مهدوی کنی را به صورت ناآگاهانه منتشر کردند ولی بلافاصله آن را پاک کردند برخی سایت ها نوشتند به دلیل تحت شعا قرار نگرفتن روز چهاردهم خورداد که سالگرد فوت خمینی است و نیز روز پانزدهم خورداد قرار است روز شانزدهم خرداد ماه خبر مرگ مهدوی کنی اعلام شود حال مهدوی کنی به گفته پزشک معالجش وخیم گزارش شده است آیت الله مهدوی کنی روز چهارشنبه در پی آرزه قلبی در بیمارستان بهمن تهران بستری شد مرگ رئیس مجلس خبرگان رهبری میتواند موجب ابعاد جدیدی از نزاع قدرت در جمهوری اسلامی گردد خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام آگاه گزارش داد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه هفته آینده به ترکیه سفر می کند. این نخستین سفر رئیس جمهوری ایران پس از انتخاب شدنش به این سمت به ترکیه است. یک مقام ترکیه که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته انتظار می رود رئیس جمهوری ایران با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و با وی درباره روابط دو جانبه دو کشور و مسائل خاورمیانه گفتگو کند. اردوغان در سفر چند ماه پیش به ایران گفته بود آنکارا و تهران قصد دارند روابط تجاری با یکدیگر را از 13.5 میلیارد دلار در سال 2013 به 30 میلیارد دلار در سال آینده افزایش دهند به نوشته خبرگزاری فرانسه انتظار می رود برنامه هسته ایران از موضوعات مهم در مناسبات دو کشور باشد. غلام حسین محسنی اجعی دادستان کل کشور هم وارد مناقشه درگرفته در بحث بهشت و جهنم شد. به گزارش خبرگزاری رسا آقای محسنی اجعی گفته برخی که میگویند به بهشت و جهنم مردم کاری نداشته باشید انگونه تفکرات به سخره گرفتن زحمات مراجع، علما و حوزه های علمی است. اختلاف حسن روحانی با گروهی از روحانیون بر سر نحوه هدایت مردم به بهشت باعث بروز تنشهایی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی شده روحانی گفته نمیتوان مردم را به زور وارد بهشت کرد در واکنش برخی روحانیون محافظ کار هم گفتند نباید به این بهانه راه جهنم را به سوی مردم گشود علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید جرمی کسانی که مقابل علی خامنه ای می ایستند کمتر از افرادی نیست که مقابل پیامبر ای اسلام ایستادند به گزارش خبرگزاری حوزه آقای سعیدی گفته خواص در جمهوری اسلامی بین روح الله خمینی و علی خامنه ای مرزبندی درست کردند و کسانی که وقایع سال 88 را به اختلاف موسوی احمدی نژاد تنزل دادند مرتکب خیانت شدند به نظر می رسد اشاره آقای سعیدی و اکبر حاشمی رفسنجانی میر حسین موسوی مهدی کروبی و محمد خاتمی باشد و در هفته اخیر حملات تندی متوجه این افراد کرده و آنها را خواسی معرفی کرده که حاضر به حمایت از علی خامنه نیستند و مقابل رهبر نظام ایستادند. در حالی که نظام جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور تبلیغات گسترده ای را در دستور کار قرار داده و قوانین را در این خصوص وضع کرده آمارها در ایران از افزایش سخت جنین غیرقانونی خبر می دهند. سازمان پزشکی قانونی ضمن اعلام این خبر اعلام کرده تنها 1818 نفر برای گرفتن مجوز سخت جنین به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. به گزارش خبر آنلاین خبر افزایش سخت جنین قانونی در تهران در حالی از سوی سازمان پزشکی قانونی مطرح شده که چندی پیش وزارت بهداشت از 6000 سخت جنین قانونی در کل کشور در سال 1392 خبر داده بود. سهم تهران از این میزان بیش از 20 درصد بود حال بر اساس آمارهای جدید به سهم تهران در این زمینه 8 درصد افزوده شده است سازمان پزشکی قانونی تهران شمار کسانی را که متقاضی دریافت مجوز سخت درمانی در سال 1391 بودند 1684 نفر اعلام کرده است این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی دو سال پیش از سال یاد شده در سال 1389 بیش از 845 مورد سخت جنین قانونی در تهران ثبت شده بود. مقایسه این ارقام از افزایش بیش از دو برابر آمار سخت جنین قانونی در تهران طی ته دو سال یاد شده حکایت می کند. علاوه بر سخت جنین قانونی، سالانه بیش از 250 هزار سخت جنین غیرقانونی در کشور انجام می شود که در مقایسه با میزان سخت جنین قانونی چهل برابر بیشتر است. محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت در بهمن ماه سال گذشته از وقوع 250 هزار سخت جنین غیرقانونی در سال خبر داد. سال 1384 نمایندگان مجلس ایران قانون سخت درمانی جنین را تصویب کردند و از آن سال قانون به خانواده هایی که جنینشان دچار مشکل بود یا ادامه بارداری برای مادر خطرناک بود این اجازه را داد که جنین خود را سخت کنند به طور کلی اما عمل سخت جنین در ایران غیرقانونی است مجازات سنگین برای سخت جنین در ایران در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از لغو ممنوعیت سخت جنین آمار مرگ و میر زنان به صورت چشمگیری کاهش یافته است سخت جنین یکی از کم خطرترین، کم هزینه ترین و امترین جراحی ها در عرصه پزشکی است اما به دلیل غیرقانونی بودن این عمل در برخی از کشورها از جمله ایران و انجام آن در محیط های غیر بهداشتی و توسط افرادی که آموزش این کار را ندیدند سالانه حدود 70 هزار مرگ و 20 میلیون معلولیت در جهان بر جای میگذارد در طی سالهای گذشته بسیاری از سختهای خودخواسته با روشهایی ماننده استفاده از سخت کننده های دارویی اجسام تیز و سنگین آسیب های جسمانی و فشارهای شکمی و روش های پرخطر صورت گرفته است. افزایش آمار سقط جنین چه به صورت قانونی و غیرقانونی در شرایطی است که دولت ایران میخواهد از همه امکانات موجود برای بالا بردن نرخ باروری استفاده کند. در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه های بهداشت انجام شده است. بر اساس گزارش هایی که در ایران منتشر می شود، این وسایل که پیشتر رایگان در اختیار زوجهای جوان قرار می گرفتن، اکنون دیگر ارائه نمی شود و خدمات مشاوره‌ای که قبلا برای کنترل تعداد زایمان ها داده می شود، تبدیل به سیاست های تشویق به بارداری بیشتر شده است. به تازگی نیز مجلس ایران یک فوریت طرحی را برای مجازات کسانی که به نوعی باعث کاهش فرزند آوری میشوند تصویب کرده است نیروهای ارتش عراق با حمایت بالگردهای نظامی شهر سامرا را از افراد مسلح گروه تروریستی داعش پاکسازی کردند برخی منابع امنیتی عراقی گفتند افراد مسلح وابسته به داعش بامداد روز گذشته یک مرکز پلیس را در 25 کیلومتری جنوب سامر را منفجر کرده و تعدادی از نیروهای پلیس را کشتند و با حمله به چند ایست بازرسی خود را به شهر سامر رساندند. در پی وقوع این حمله منع آمد شد در این شهر برقرار شد و نیروهای تقویتی از بغداد به سامر را اعزام شدند و بالگردهای ارتش افراد مسلح را مورد حمله قرار دادند. به دنبال درخواست غیررسمی فرانسه برای بازبینی دولت آمریکا در پرونده جریمه 10 میلیارد دلاری بانک بی ان پی پاریبا باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت خود در این پرونده را رد کرد در هفته جاری در خبرها آمد بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا به اتهام نقض تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران به پرداخت 10 میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شده است شاهدان عینی از کشته شدن دست کم دویست نفر از غیر نظامیان به دست شبه نظامیان بوکوهرام در شمال شرق نیجریه خبر دادند. جزیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. گروه بوکوهرام پیش از این نیز نزدیک به دویست دختر دانش آموز را در شمال نیجریه ربود که محل دقیق نگهداری آنها هنوز مشخص نیست. کشورهای آفریقایی و غرب توافق کردند که جدیتر از گذشته با گروه تندروی بوکوهرام مقابله کنند. بوکوهرام که طالبان نیجریه نیز خوانده می شود، خواهان برقراری حکومت اسلامی در بخش اغلب مسلمان نشین شمال نیجریه است. امروز ایرانیان از غمگینترین ملت های جهان هستند. این یافته نتیجه یک نظرسنجی است که در گزارش یک مؤسسه معتبر نظرسنجی منتشر شده و نشان می‌دهد ایرانیان از نظر سطح شادی در مرتبه پایینی قرار دارند. نظرسنجی تازه‌ای که از سوی مؤسسه معتبر گالوپ منتشر شده نشان می دهد که ایرانیان از نظر سهم خنده و شادی در میان 138 کشور جهان در مقام 93 هستند. مطابق تحقیقی دیگر ایرانیان در میان 156 کشور جهان از نظر میزان رضایت و خورسندی در مقام 115 هستند. مردم کشورهای عراق 105 بنگلادش 108 و جیبوتی 114 از مردم ایران شادتر هستند از نظر سهم اندوه در جهان ایران در مقام دوم قرار گرفته است یعنی پس از کشور جنگ زده و ناآرام عراق که مردم آن طبق این بررسی قمگین ترین مردم جهان هستند در جدول احساسات منفی عراق ایران و مصر در رودبه های اول تا سوم قرار گرفتند. شهروندان ایران به ویژه جمعیت جوان کشور انگیزه های کافی دارند که غمگین باشند. نابسامانی هایی مانند بیکاری و فقر در کشور بالا است. تورم بالا و گرانی شدید که با تحریم های بین المللی شدت پیدا کرده، بر بسیاری از مردم فشار می آورد. به تازگی شش جوان ایرانی که در یک ویدیوی اینترنتی همراه با آهنگ هپی یا شادی از فارل ویلیامز رقصیده بودند دستگیر شدند دستگیری این جوانان انتقاد رئیس جمهور ایران را برانگیخت حسن روحانی در توییتر خود گفت شادی حق جوانان ماست ما نباید نسبت به رفتارهای شاد جوانان سختگیر باشیم مؤسسه نظرسنجی گالوب تحقیق خود را در سال 2013 در 138 کشور جهان انجام داده و از اهالی هر کشوری پرسیده است که از احساسات منفی مانند خشم، استراب، اندو، درد جسمی و نگرانی چه پرداشتی دارند. سهم هر کشور از احساسات منفی با شمار افرادی تعیین می شود که این موارد را در شخص خود تایید کنند. در بخشی از تحقیق آمده است که در سال 2013 ایرانیان به میزان 48 درصد از زندگی در شهر یا اقامتگاه خود ناراضی بودند و مایل نبودند زندگی در اقامتگاه خود را به دیگران توصیه کنند. نظرسنجی مؤسسه گالوب بر پایه نظرخواهی تلفنی یا حضوری از حدود هزار نفر از شهروندان بالای 15 سال در هر کشوری صورت گرفته است. نتایج نظرسنجی های گالوب تا حد زیادی قابل اعتماد است و امکان خطای آن تنها میان دو تا پنج درصد ارزیابی می شود. اما نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شده که آمار نزا در ایران هم رو به افزایش است. در این راستا به تازگی در یکی از محله های جنوب شرق تهران حدود پنجاه نفر بر سر تخلیه نخاله با هم درگیر شدند و زد و خورد تا نیمه شب ادامه یافت. محمد حسین حاشمی رئیس کلانتری 171 روز پنج شنبه 15 خورداد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگیری عاملان این زد و خورده دست جمعی خبر داد. به گفته هاشمی واحد گشت این کلانتری ساعت یک بامداد پس از دریافت خبر درگیری جمعی از مرکز فوریت های پلیس به محل وقوع زد و خورد اعزام شد. رئیس کلانتری 171 گفت با حضور ماموران مشخص می شود که تعداد حدوداً 50 نفر در محل با همدیگر درگیر شدند که به تذکرات و خوشدارهای پلیس توجه نمی کنند. او افزود با توجه به شلوغی محل و شدت درگیری هفت نفر از نزاکنندگان کنندگان که از ناحیه سر و دست و صورت دچار ضرب و جرح شده بودند این افراد دستگیر و به کلانتری انتقال داده شدند این مقام پلیس ادامه داد پس از بازجویی از بازداشت شدگان و تحقیق از مردم محل مشخص شد علت درگیری خالی کردن نخاله توسط راننده یک کامیون خاور در زمین های اطراف مرتزا گرد بوده است. ظاهرا ملکی که نخاله در آن تخلیه شده متعلق به یکی از افراد درگیر در نزاع بوده و اعتراض او به راننده کامیون به شروع درگیری منجر شده است. چنانکه که هاشمی میگوید با آغاز نزاد طرفین با دعوت از دوستان و اقوام خیش به درگیری بیشتر مبادرت و منجر به مجروح شدن چندین نفر در درگیری میشوند. زد و خوردهای های دست جمعی و خونین بر سر مسائل کم اهمیت در ایران رو به افسایش است. برخی از این درگیری ها چنان وسیع و خشونت آمیز است که پلیس بدون نیروی کمکی قادر به مهار آنها نیست. رئیس کلانتری 151 منطقه یافتاباد دوشنبه هشتم اردی بهشت به گفته بود که در پی یک درگیری که تعداد زیادی از اشخاص با چاقو و قمه در آن شرکت داشتند پنج مجروح به بیمارستان منتقل و چهارده نفر بازداشت شدند حسین خوب گفته بود این درگیری بر سر جای پارک خود را آغاز شد و چنان شدید بود که مأموران ازامی برای کنترل طرفهای درگیر مجبور به درخواست نیروهای کمکی شدند. دی ماه سال پیش نیست راننده یک اتوبوس در تهران پارس در نزا بر سر جای پارک جان خود را از دست داد. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در دهه 80 خورشیدی بیش از 11 هزار نفر در درگیری با سلاح سرد جان خود را از دست دادهاند. بر این اساس سال 89 را میتوان سال اوج چنین درگیری هایی دانست. در دهه 80 همچنین 5 میلیون و 800 هزار پرونده نزاع با سلاح سرد در پزشکی قانونی بررسی شده که 631 هزار مورد آن مربوط به سال 89 بوده است. نبودی آزادی های جمعی، ترویج غم و گریه و استبداد و خفقان و سختگیری بر مردم از عمدهترین ترین دلایلی است که جامعه شناسان میگویند منجر به افزایش نزا و کاهش شادی می شود. برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان حادثه خونین رقم زد. خبرهای زد و نقیزی از تعداد مصدومان و کشته های این حادثه منتشر شده است. برخی خبرگزاری ها از کشته شدن ده تن و زخمی شدن ده ها نفر خبر می دهند و برخی دیگر تعداد کشته ها را تا دو نفر اعلام می کنند. پیر حسین رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته است نیروهای امدادی هلال احمر به محل سانه اعزام شدند و از شمار کشته و زخمی های این اظهار بی کرد. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفته است صدور مجوز تأسیس بانک جدید در ایران متوقف شده است و مجوزهایی که اخیرا صادر می شود برای قانونمند کردن فعالیت هایی است که قبلا جریان داشته است و مجوز نداشتند در ایران بر اساس قانون تأسیس، تغییر محل و تبدیل هر واحد بانکی با موافقت قبلی بانک مرکزی صورت می گیرد و بانک ها موظف هستند برنامه تأسیس واحد های بانکی خود را برای هر سال تنظیم و قبل از شروع سال آن را برای تصویب به بانک مرکزی ارسال کنند. غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفته است در حال حاضر برخی اطلاعات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را به طور محرمانه برای دستگاه قضایی ارسال کردیم که متاسفانه احمدی نژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل می کرده است. جعفرزاده افسوده دولتی که می گفت پاک دولت است حالا 82 هزار میلیارد تومان موفقات بانکی بابک زنجانی ها و تخلف های گسترده مالی را از خود به جای گذاشته است. دو روز پیش نیز محمد رضا خباس عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران از مفقود شدن پول خرید یک میلیون و ششصد هزار تن گندم در شرایط تحریم و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد. و آخرین خبر اینکه که محمد پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب به استان تهران از افزایش مصرف آب در پایتخت خبر داد و گفت این شرکت به دنبال مجوزهای لازم برای قطع آب مشترکین پرمصرف است مشکل کمبود آب در ایران جدی است و هشدارهای مقامهای دولتی ایران در مورد خطر کمبود آب و ضرورت جیربندی آن به صورت هفتگی درآمده است پنج سطح تأمین کننده آب تهران در سال گذشته برابر با 760 میلیون متر مکعب آب در خود داشتند. اما در حال حاضر این مقدار به 534 میلیون متر مکعب رسیده است. در برخی از ها مانند صد دلار این کاهش به پنجاه درصد می رسد. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می کنم.